حامی تیوی پلاس در 36مین جشنواره فیلم فجر. خانم منصوریان خوبین؟ ممنون مرسی. چه خبر؟ این روزا همه حرف از جشنواره فجر و فیلم‌های خوبی که توی ایران هست. اومدیم ببینیم چیکار کردن فیلمسازای کشورمون. فیلم شما که همچنان روی پرده است و اکران؟ آره بله، خدا رو شکر الان توی سراسر کشور داره اکران میشه، شهرهای مختلف. و خب چند وقتی پیش کیش بودیم، استقبال خیلی خوبی بود و اصلا جزء تفریحی بود که بعد هم کلاً مردم می اومدن تو اونجا تفریح میکردن، سریع هم به سینما فیلم سفت سکول میدن، چون تهران دیگه کاملا بیشتر مدارس میان فیلمو میبینن و دیگه به صورت عمومی تموم شده. شما یه بار تو فیلمتون این فضای بازی رو تجربه کردین، حالا هر چند ژانرش مستند بود، ولی کلاً نمیخواین ادامه بدین چون خیلی خوبم بودین؟ خب فیلم دوست دارم سینما رو، ولی خب اولویت اولم ورزش است، ولی بدم نمیاد اگر فیلم خوبی بهم پیشنهاد بشه و شرایطش خوب باشه وارد سینما بشم، در صورتی که لطمه‌ای به ورزشم نخوره. ولی چند وقت پیش یه فیلمنامه‌ای داشتم که خوندم و چون نقشم خیلی کم بود قبول نکردم، ولی خب 100% منتظر یه فیلم خوب باشین از من. یعنی کمیت براتون مهمه؟ کمیت مهمتره برات یا کیفیت؟ هم کیفیت هم مهمه، ولی خب دوست دارم با یه فیلم وارد سینما بشم که تاثیرگذار باشه، یعنی فیلم هم کمیت هم کیفیت همه. عرق سرد رو دیدی؟ نه ندیدم. قصهشو میدونی عرق سرد رو؟ تقریبا شنیدم قصهش چجوریه، ولی فرصت نکردم فیلمو ببینم. شما تو فضای ورزشی خودتون داشتین همچین چیزی رو که مثلا دوستاتون بقیه ورزشکارا که حالا همسرشون اجازه نده از کشور خارج بشن و خب مجبور بشن ورزشو بذارن کنار؟ نه، ما خیلی به جز زهرا نعمتی که همچین اتفاقی براش افتاد ما توی ورزش نه، اتفاقا شهبانو داره همیشه ورزش میکنه و شوهرش هم حمایتش میکنه و فکر میکنم که من هم چیزی ندیدم توی ورزش. رشته خودتون هم اصلا ندیدی نداشتین همچین کسی؟ نه اتفاقا خیلی حمایت میکنم. این بازیکن وارد تیم ملی میشه و خیلی افتخاره برای ورزشکار که و خانواده اون ورزشکار که وارد تیم ملی داره پیراهن تیم ملی رو میپوشه. نه من هم چیزی تا لایدم. بعد فکر میکنین که واقعا آدمایی که حالا خانم نعمتی مثلا شما باشون صحبت کردین راجع به این موضوع که براشون پیش اومده بود؟ خیلی نه، به خاطر که حالا مسائل شخصی خودشونه، ولی ناراحت بودم از این اتفاقی که براشون افتاده بود. یه روزی برای خودت این اتفاق بیفته چی کار میکنی؟ میزنمش. ولی خب به هر حال من وقت زمانی ازدواج میکنم که عمر ورزشیم تموم شده باشه و فقط تو حوزه مربیگری باشم. در مربیگری هم به هر حال مربیگری هم خارجی؟ آره این هست، با اردوی تیم ملی هست، ولی خب با هم کنار میایم. یعنی تا زمانی که ورزش میکنی خودت به عنوان یک ورزشکار ازدواج نمیکنی؟ ببین خیلی واقعا سخته، من دیدم شهبانو واقعا داره سختش هست، بخاطر اینکه هم اردوی تیم ملی هم همسرش و الان مثلا ما لیگ چین رو داریم، شهبانو نمیتونه کنار ما باشه بخاطر اینکه 7 ماه 8 ماه توی اردوی تیم ملیه و بعد از اونم باید چیز باشه، لیگ چین باشه، از عملا تو خونه نیست، به خاطر همین لیگ چین رو نیومد با وجودی که پیشنهاد خیلی خوبی داشت. فکر میکنم که بهتره آدم دوره ورزشش رو کاملا بچسبه به ورزش، چون عمر ورزش خیلی کمه. خیلی مردایی که ازدواج میکنن یا بقیه خانم‌ها چیکار میکنن؟ ذهنیت من با بقیه ذره متفاوته، ولی کنار میان با هم دیگه. من دیدم خیلی وقتا خانواده خیلی حمایت میکنن ورزشکارا رو، همین دوری ها که تحمل میکنه، حتی مادر من فرق نمیکنه. الان مثلا خیلی وقتا ما در سال ممکنه 1 ماه هم دیگه رو ببینیم، خب این ذره سخته. بعدم این که یه سوالی ازت میخواستم بپرسم، این که فکر نمیکنی این قانونی که وجود داره خانم ها همسرشون میتونن اینا رو ممنوع خروج بکنن، قانون چقدر چیکار باید کرد که این قانون یه جوری تغییر بکنه؟ این مجلس فکر می کنم میتونه این کار انجام بده، اگر این کارو بکنن خیلی ممنونشون میشم. چرا مثلا ما باید ممنوع خروج بشیم در صورتی که همسرمون اجازه بده کشور بریم بیرون؟ ما وقتی 18 سالمون تمام میشه باید اختیارات دست خودمون باشه، این اصلا خوب نیست. من به نظر من لطمه حتی به ورزش کشورمون میزنه. یه جاهای ممکنه زن و شوهر دعواشون بشه، اون لحظه اگه ممنوع خروج بشه یه ورزشکار ممکنه نزدیک المپیک باشه، 4 سال زحمت کشیده برای مسابقه، خیلی خیلی برای من که نمیتونم تحمل کنم. مرسی از وقتی که به ما دادین. مرسی.
همونطور که میدونید یکی از بهترین سرمایه گذاری ها در تورنتو کانادا ساخت و ساز هست. برای داشتن عملکردی موفق در این زمینه عوامل زیادی تأثیر گذارند. تیم ما با افتخار داشتن سالها تجربه موفق در این زمینه شما را از ابتدا تا انتها یاری خواهد. www.sapipur.com